آقای فرهمند که مدت هاست داره در خبرگزاری سعودی نشنال، به خاطر که یه حشر و نشری هم با سالها خب زندگی کرده تو کرانه باختری و اینا، آقای فرهمند تو لبنان زندگی کرده، توی کرانه باختری زندگی، یک چیزی داره، یک در حقیقت تعلق خاطری به فلسطینیا داره و در تمام این 200 روز ایشون هم تو عالم هپرود قضایا رو تحلیل میکرد و یواش یواش، یعنی یادتونه بهتون من میگفتم آقا من نمیفهمم چطوره که فقط ما در اتاق فکر تیم رودست داریم مطالب و یه چیزی میگیم که تمام تحلیلگرا چیز دیگری میگن و من نمیفهمم دیگه، اما الان دارم دوباره میفهمم، یعنی الان ثابت شد که حرف ما درست بوده با اینکه اقلیتی بودیم، اکثریت تحلیلگرا چه عرض کنم اکثریت تقریبا نزدیک به مطلق تو عالم هپروت بودن چیز دیگری، حالا با صحنه آرایی و واقعیت ها و ایستادگی نتانیاهو، و من از روز اول اطمینانم به نتانیاهو بود و این آدم یک نفره ورق تمام بازی ها رو برگردون، البته من از روز اول میدونستم ورق بازی کدوم طرفه، بقیه توی عالم دیگه بودن، نتانیاهو محکم وایساد. حالا خبرگزاری تسنیم مقاله‌ای که میره نزدیک به تحلیل امید داناست و تیم رودست، الان آقای فرهمندم تحلیلی که میده نزدیک به ماست، خب چه عجب. حالا یواش یواش دیگه دارن همه میان. فقط یه چیزی من به همه بگم، از منتهیلای خبرگزاری تسنیم تا منتهیلای آقای فرهمند قربتون برم، ما 200 روز پیش این قضیه رو زنبیل گذاشتیم، بهتون بگم فردا این تحلیلایی که ما تو این 200 روز کردیم پدر مادر پیدا نکنه همه بگن ما از روز اول گفتیم، فیلماتون ضبط شده است، مقالاتتون موجوده، فیلمای ما هم ضبط شده است. ما از روز اول زنبیل گذاشتیم پشت دکون آقای نتانیاهو، بهتون بگیم نتانیاهو رو ما گفتیم آقا این درست میگه، مکرون چی میگه، آقای بایدن، حالا دوزاریا داره میفته، حالا بذارید بریم با این تحلیل بسیار بسیار درسته آقای فرهمند آشنا بشیم. دمش گرم، من امشب اصلا خوشم اومد از آقای فرهمند، چه عجب، خوش آمدید به تحلیل درست، بفرمایید به دنیای واقعیت ها خوش آمدید. مرتضی فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند خیلی خوش آمدید. حالا اسرائیل یک سوم شرقی رفح رو که آخرین پناهگاه غزه است تخلیه کرده. برنامه بلند مدت اسرائیل به زعم شما چیه و چقدر این پیشروی به رفح میتونه به معنی نوعی از پیروزی نظامی برای اسرائیل تلقی بشه؟ به نظر میرسه که آقای نتانیاهو به این نتیجه رسیده که آقای بایدن رفتنی است. یکی به این دلیل که به شکل آشکاری خط قرمز آقای بایدن رو زیر پا گذاشته. خط قرمز آقای بایدن این بود که سرباز اسرائیلی وارد رفح بشه، حمله زمینی به رفح صورت. آقای فرهمند یادته از روز اول تحلیل چی بود؟ کار برای نتانیاهو سخت است، نتانیاهو در آستانه سقوط است. الان تحلیل چیه؟ نشنیدم چی درست؟ بایدن داره میره، کار برای بایدن داره تمام میشه. بگیره و این اتفاق افتاده، الان دیگه اسرائیل وارد رفح شده. این در حالی است که هفته ها بود آقای بایدن هشدار میداد که این عملیات نباید انجام بگیره و اسرائیل همین تدابیر رو که الان اندیشیده برای اینکه به گفته خودش تلفات انسانی رو پایین بیاره، همین ها رو هم به دولت آمریکا ابلاغ کرده بود، اما این تدبیرها رو دولت آمریکا کافی ندونسته بود و این تدبیرها میدونیم که این هست که جایی رو تخصیص داده بود به اینکه شهروندان غزه که در رفح هستن اینها برن به اونجا جایی در کنار ساحل و در اونجا اسکان داده بشن تا اینکه عملیات صورت بگیره، در حالی که اونجا اونطور که نهادهای کمک رسان اعلام کردن و سازمان ملل از گزارش هاش اومده، جایی است که امکانات اولیه زندگی در اونجا بسیار اندک وجود داره و امکان اینکه جمعیت چند صد هزار نفری درش اسکان داده بشه نیست. به هر حال این خط قرمز آمریکا اینجا زیر پا گذاشته شد. حالا همه خط قرمز زیر پا گذاشته میشه. بازی ببین بس موجودیته. نمیتونه آمریکا 10000 کیلومتر ورتر به اسرائیل بگه تحملن تحملن. خودش دو تا برج دو قلوشو زدن تحملن تحملن کرد. نه، لشکرکشی کرد به عراق و به افغانستان. و یک چیز دیگه ای آقای فرهمند، شما هنوز تو صحبتاتون میگید منو ناراحت میکنه، منو داره اذیت میکنه. هی باز میگید که آخرین رفح آخرین پناهگاه غزه. نه نه نه، رفح آخرین پناهگاه حماس. این خیلی نکته مهمیه، بگید دهنه عادت کنه.
رفح آخرین پناهگاه حماسه. آیا اگر رفح را بگیره حماس کارش تموم است؟ نه، نیروهای حماس پراکنده میشن، اما قدرت در حقیقت توان نظامیشون تا بخش قابل توجهی از بین خواهد رفت و اسرائیل قرار نیست از غزه بیاد بیرون. اسرائیل در غزه ماندگار شده. دو ابر پروژه‌ای که یکیشو 60 سال و یکیشو 20 ساله به خاطر وجود مردم غزه بی خیال شده رو میخواد پیاده سازی کنه. برای همین احتمال اخراج کل مردم غزه به عناوین مختلف هم وجود داره، یا حل کردن مردم غزه به عناوین مختلف در جاها در کشورهای دیگه وجود داره و اسرائیل نمیخواد بکنه. یکی اون کانالی است که آلترناتیو کانال سوئز به نام کانال بن گوین، و یکی دیگه اتفاقی که هست اون گاز اسرائیل که اسکله آمریکا کجا داره الان انجام میشه؟ در بخش مرکزی خود رو به شمال غزه اسکله آمریکا رو ما داریم برای کمک‌های بشردوستانه می‌بینیم. من سوال دارم چرا آمریکا اسکلش رو در بخش مرکز یکم رو به شمال مرکز شمالی غزه داره درست میکنه و درست کرده و داره تموم میشه؟ دقیقا جایی که گاز پیدا شده. ما حالویی ما نمیخوایم مثلا الان فکر کردی واقعا برای بحثای بشر دوستانه آمریکا داره اسکله درست میکنه؟ جدی میفرمایید؟ خب این اسکله رو میرفت تو منطقه الماواسی میزد، میرفت تو سواحل خان یونس میزد. دقیقا کل ساحل که دست اسرائیل است، چرا دقیقا اونجایی زده که به چیز نزدیک گاز میدان گازی است که از سال 2000 این میدان گازی مسکوت مونده، استخراج نشده دیگه. گفتیم شرکت بریتانیا گاز پریوم اومد اونجا که برنامه ریزی کنه گاز استخراج کنه، 6 سال 7 سال هم درگیر بودن، چون این گاز مشاع غزه خود اسرائیل و مصره و تای قضیه اسرائیل نذاشت. سال 2007-2008 یه تیپا زد به در باستن شرکت گاز پریوم، گاز پریوم رفت که آقا با خر ما کرگی دوم نداره و اسرائیل آقا بذار مسکوت باشه گازه باشه هیچ کی بر نداره، که یه روزی یه زمانی یه چیزی شد ما تونستیم برداریم که الان اون روز داریم میرسه. موقعیت و پاسک به این شما طوفان الاقصا بنویسید، ولی بخوانید نابودی غزه، بخوانید غزه هلو بپر تو گلو نتانیاهو، آره کردش سنوار و یابو، این واقعیت میدانیست. حالا یه یواش یواش داری میفهمی آقای فرهمن، خوشحالم بعد از سالها کار خبرنگاری اینا دمت گرم. تو شما دو برابر من کار خبرنگاری کردی، دو برابر سن من کار خبرنگاری هستم کردی، دمت هم گرم. ولی من به عنوان یک برنامه سازی که در بستر یوتیوب دارم اجرا میکنم رو دست همتون زدیم، برای همین نام برنامه ما رو دسته. حالا گفتن شنیدید دیگه، دست بالای دست زیاده، ولی هیچ دستی دستش بالای دست رو دست نیست. اینا من گشتم نبوده، شما نگردید، واقعا نیست. از طرف دیگه مذاکرات صلحی که در مذاکرات آتش بسی که در خاور در قاهره جریان داشت، به نظر میرسه که آمریکا یا نتونسته یا نخواسته که حماس رو وادار بکنه که به خواسته های اسرائیل تن بده، و در نتیجه میدونیم این هرچند این مذاکرات به شکل رسمی و علنی اعلام نشده که شکست خورده، به نظر میرسه که آقای نتانیاهو با آغاز این حمله رفح در واقع میخواد از اون ور هم حماس رو به جایی برسونه که در یک شرایطی قرار بگیره که خودش دست ها رو بگیره بالا و حاضر بشه هر شروطی رو که اسرائیل گذاشته بهش تن بده تا اینکه آتش بس انجام بگیره. باز هم داری اشتباه میکنی. اولا میگی آتش بس هنوز به صورت رسمی پایان نیافته. ببین وقتی که وقتی که رئیس سازمان CIA لحظه ای که تو داری صحبت میکنی میگی مذاکرات هنوز رسمی پایان پیدا نکرده، ولی بدون هیچ نتیجه ای رئیس سازمان CIA این لحظه ای که تو داشتی صحبت میکردی، من داشتم نگاه میکردم سازمان CIA رئیسش الان آقای برنز دیگه اشتباه نکنم، این الان کجاست؟ همین که موش جوگندمی یه دونه سیویل داره، ببینم کجاست. وسط اقیانوس در سفر به آمریکا بود، یعنی داره از خاورمیانه برمیگرده در حقیقت واشنگتن. تموم شد رفت، تموم شد، یعنی به نتیجه نرسید، چون اگه قرار بود به نتیجه برسن ایشون بر نمیگشت آمریکا، وای میستاد و اعلام میکردن. و باز هم میگی میخواد اینقدر حماس رو تحت فشار بذاره که حماس دستار ببره بالا و بیاد پای میز مذاکره. چرا نمیفهمی؟ این جنگ برای نتانیاهو مذاکره ناپذیره. مذاکره خواهد کرد در آینده، قطعا مذاکره خواهد کرد. مذاکرات نمایشی است، مذاکرات از روی اجبار است و به صورت ویترین داره این مذاکرات مطرح میشه. این مذاکرات در کانتکست حلوا حلوا کرده است، ولی دهن
شیرین نمیشه، یعنی نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. این قضیه صرفاً به صورت نظامی از نگاه نتانیاهو جلو خواهد رفت. شما هنوز بنگویه رو مثل که نشناختی، اون نقشه هاشو گفت و اون احاطه هم داره به نتانیاهو، حتی دیگه گفتش که ما غزه رو شهرک میکنیم برای یهودیا. حتی رفته با شرکت های شهرکسازی یهودی هم آقای بنگویه وزیر اطلاعات اسرائیل صحبت کرده. نفهمیدی چی شده؟ طوفان الاقصا دست سوپر تندروها و افراطی ها رو در اسرائیل باز گذاشته. بنگویه هم که میشناسی. آقا این خیلی جالب، رفته بود با نتانیاهو سر همین مذاکرات آخر صحبت کرده بود، بعد تو دفتر نتانیاهو صحبت کرد، بعد عمر هنوز از دفتر اومد بیرون تو راپله های دفتر نتانیاهو، این نکرده بود بره تو دفتر خودش، تو راپله های دفتر نتانیاهو ویدیو پر کرد توی اینستاگرامش و اینا گذاشت، گفت من همین الان با بی بی صحبت کردم، به بی بی گفتم ببین به هیچ عنوان زیر بار این مذاکرات آتش بس نمیری، حمله به دفتر رو نفهمم که پیچوندیا، حمله به من بی بی قولاشو داده، خیالتون راحت، همین الان هم از دفترش در اومدم اینم راپلشه. خب یه خود لاتمنش هم هست این آقای بنگویر اینجوری صحبت میکنه با نتانیاهو، نتانیاهو هم ویدیو رو میبینه، لام تا کام حرف نمیزنه. خب کسی که اینقدر احاطه داره به نتانیاهو، نتانیاهو هم که هیچکی عارفش نیست، هیچکی عارف نتانیاهو نیست، اون وقت نتانیاهو مثل موشه در برابر بنگویر. بعد این بنگویر اومده نقشه در حقیقت شهرکسازی یهودیا توی غزه رو قبلا که 150 روز پیش اعلام کرده. الان شما واقعا فکر میکنید که نتانیاهو داره تحت فشار قرار میده غزه رو، حماس رو که حماس پای میز مذاکرات بیاد؟ نه نه، این داره تمام کارها رو میکنه اونجا پاکسازی کنه، منتها به خاطر درگیری خانواده گروگانا، فشارهای بین المللی و قضیه یه در حقیقت فشار آمریکا، نتانیاهو رو متوقف نکرده، ولی مثل یک دو میدانی میمونه که رو به پای شما یه پابند بزنم، برام مثلا یه دونه وزنه بزنم به پا، بعد بگم بدو. سرعتش کند شده اسرائیل و این سرعت کندم به این نتیجه رسیده که اگر بخواد که بتونه به نتیجه بده، فقط الان به این نتیجه رسیده نمیخواد جنگ و گسترش بیشتر بدم، من جنگ رو باید کش بدم. یعنی الان دکترین آقای نتانیاهو به جای گسترش جنگ، کش دادن جنگه، که الان خودش هم البته میگه آقای فرهمند درستم میگه، که این جنگ رو کش بده که آقای ترامپ بیاد، ترامپ بیاد دیگه کار تمومه. منتظرن ترامپ بیاد. هر حال مجموعش این هستش که کاملا آقای نتانیاهو دیگه به نظر میرسه از آقای بایدن رو دیگه نمیخواد در نظر بگیره با عنوان رهبری آمریکا، و داره روی این حساب میکنه که همین فشارها و همین ناکامی آقای بایدن در مسئله ایجاد آتش بس میان حماس و اسرائیل کمک بکنه به این که او در انتخابات پیش رو شکست بخوره، و بعد که آقای ترامپ بیاد سر کار، پر آقای نتانیاهو بسیار راحت تر خواهد بود در غزه. آفرین آفرین آفرین. کمک بکنه به این که او در انتخابات پیش رو شکست بخوره، و بعد که آقای ترامپ بیاد سر کار، پر آقای نتانیاهو بسیار راحت تر خواهد بود در غزه. چطور کار نتانیاهو راحت تر خواهد بود با حضور آقای ترامپ؟ چرا همچین تصوری دارین؟ خب پیشینه یه رابطه آقای ترامپ با اسرائیل رو نشون میده. ما در مثلا مسئله این که سفارت آمریکا به از تل آویو به بیت المقدس انتقال پیدا بکنه و بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، این مصوبه در آمریکا از دهه 90 میلادی فکر می‌کنم دوران کلینتون بود، ولی هیچ رئیس جمهور آمریکا این رو اجرا نکرد. ولی آقای ترامپ اینو اجرا کرد. آقای ترامپ هم داشتیم در حوزه عادی سازی اسرائیل با عربستان و کشورهای عربی در دوره ترامپ انجام شد، این رو چطور می‌بینید؟ تلاشایی که آقای ترامپ کرد اونجا در واقع کاملا برای این اساس بود که فلسطینی‌ها از بخشی از حقوق خودشون بعد کاملا می‌گذشتند، و همون وقت هم با اعتراض فلسطینیان روبرو شد. نوعی بود که در واقع آقای ترامپ از دید هواداری کامل اسرائیل این طرح رو گذاشت اونجا، پیمان ابراهیم رو مطرح کرد، یعنی طرحی که درش اسرائیل برنده باشه. یعنی آقای ترامپ هدفش همپیمانی با اسرائیل، برنده شدن اسرائیل، و اینکه برای اسرائیل
یک در واقع پیروزی رقم بزنه و مشکلات اسرائیل حل بشه از این طریق. با پیشینه که آقای ترامپ داشته به نظر میرسه که آقای نتانیاهو هم روی این حساب میکنه که اگر که به شرایط انتخاباتی نزدیک بشیم دیگه فشار دولت بایدن هم کم میشه و در نهایت با شکست دولت بایدن و آمدن آقای ترامپ دست آقای نتانیاهو برای حرفایی که در آینده ممکنه برای غزه داشته باشه کاملا باز خواهد. خدا شکرت. یعنی بعد از 200 روز مزخرفگویی از تمام تحلیلگران من امروز هم خبرگزاری تسنیم میفهمم چی، چون 200 روزه نمیفهمیدم اینا چی میگن. خدایا مگه میشه؟ میدانو منم دارم میبینم، اینا هم دارن اطلاعات بالاخره ابتدایی رو منم دارم، اینا هم دارن، چرا تحلیلمون اینقدر جدا هستمه؟ خدا رو شکر امروز خبرگزاری تسنیم مقاله مینویسه، صفر تا صد مقاله رو بالاخره میفهمم. الان آقای فرهمند داره تحلیل میکنه، تحلیلشو دارم میفهمم، درست داره میگه. از نظر من دیگه میگم درست میگه، یعنی نسبیه دیگه از نظر من. یعنی و چه عجب، یعنی من چون 200 روزه آقا هر کی میاد تو بی بی سی، میاد تو سعودی نشنال، تو خبرگزاری، اصلا بچه مذهبی که چی صفر تا صد همشون، یکی دو بار این مال سینمای اوج اینا، یکی دو بار از دست خضاب در رفت، یکی دو بار از دست اون موسویه در رفت، تحلیل درست دادن. اصلا ندیده بودم تحلیل درستی، داشتم ناامید میشدم، یعنی گفتم خدایا چقدر ما تنهاییم تو این جهان هستی. و الان یواش یواش دارن میفهمن و این فهمیدن رو نه بابت شعورشون، بابت استقامت نتانیاهو ما مدیونیم که دارن میفهمن. این نتانیاهو محکم و ایستاده، بالاخره اینا دیگه مجبورن میفهمی، مجبوره بفهمه چون دیگه رای نداره خودشون رو گول بزنن بگن کار اسرائیل تمومه. آقای فرهمند تو دودن یک دقیقه وقت داریم، اما حتما میخوام در مورد گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل در بکارگیری تسلیحات آمریکایی بپرسم. چقدر این میتونه نگران کننده باشه برای آمریکا و اسرائیل؟ ببینید، این درسته که توی گزارش شما هم در مسابقه که پخش شد گفتش که کاملا یک چیز دو پهلو و مبهمی نوشته شده، ولی باز هم یک گام حالا به جلوی عقبش کار نداریم، ولی یک گامی تاریخی در مورد آمریکا. یعنی تا به حال ما از آمریکا نشنیده بودیم که این چنین موضوع نقض معیارهای انسان دوستانه و این مسائل رو در اونجا طرح کرده باشه. و این در حال این میتونه اگر که بخواد اسرائیل به این روند ادامه بده، کار رو برای اینکه آمریکا بخواد از سیاست اسرائیل پشتیبانی کنه دشوارتر و دشوارتر بکنه، گرچه کار اساسا برای دولت بایدن دشوارتر میشه، نه اونی که برای کلیت در واقع رهبری آمریکا. با تغییر آقای بایدن میتونه این وضعیت کاملا برطرف. خدا پدرت بیامرز، من داشتم گوش میکنم گفتم این هم نمیفهمه که در بحث دولت بایدن آمریکا که در نهایت کمک میکنه به اسرائیل، کار را برای دولت بایدن. بعد دیدم خودت درست کردی، یعنی دمت گرم. تحلیل آقای فرهمند، درود به شرفتون، بالاخره برای 200 روز چشمون به جمال شما، از شما اعتقاد داشتی 40 روزه جنگ تموم میشه، اسرائیل توان نداره ولی به هر حال دیگه البته الان که این نظریات درستو گفتن میدونی که هنر نیست دیگه، بعد از 220 روز دیگه خدای خیاره. ولی باز خدا رو شکر، چون بعد از 220 روز بقیه تحلیلگران همچنان تو محاقن. خدا رو شکر که امروز خبرگزاری تسنیم در جمهوری اسلامی و آقای فرهمند در سعودی نشنال بالاخره دارن وارد دنیای واقعی میشن. من این دنیای واقعی که دارید بهش وارد میشید رو بهتون تبریک میگم، چون یه عده هستن در دنیای فانتزی فکر میکنن اسرائیل شکست میخوره. اسرائیل برنده میشه، قطعا برنده میشه. حالا اینکه میگم برنده میشه بحث تحلیله. من دلیلم هم برای اینکه خب دنبال این هستم، یعنی امیدوار هستم اسرائیل برنده بشه، دلیلمو گفتم. پیروزی حماس یا قدرتی که محور مقاربت در منطقه اگه پیدا بکنه، افزایش گشت ارشاد در ایرانه. یعنی دلیل من خیلی مشخص، صرفا بر سر منافع ملیه. توهم ندارم که اسرائیل عاشق چشم ابرومونه، کاملا میدونم که در اندیشکده بگین سادات دنبال تجزیه ایرانن. تحلیلگران جدیشون به مانند آقای مردخای کیدار که جز تحلیلگران ارشد بگین سادات دنبال تجزیه ایرانه، من همه اینا رو میدونم با علم به همه اینا، ولی میگم که اگر در این مرحله حماس و نیروهای محور مقاربت پیروز بشن، متاسفانه در داخل ایران ونگشت ارشاد بیشتر میشه. اما